جدا افتاده از ایران، دور مانده از مردم. دیدار مرد بحرانساز ایران با سایه مردم سیستان و بلوچستان، روزی که رهبر جمهوری اسلامی کلمه محبوبش دشمن را در آغوش کشید و اعتراض‌های ضد حکومتی مردم را به آمریکا نسبت داد. این صفحه دیگری از داستان سقوط یک دیکتاتور از دیوار واقعیت است. طراحی صحنه ویژه برای یک نمایش تکراری، وقتی افراد دستچین شده از مردمان دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در نقش اکسسوار صحنه ظاهر شدند. علی خامنه‌ای 5 روز پیش از سالگرد قتل مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، آمریکا را مسئول بحرانسازی در ایران معرفی کرد. معلومات اطلاعاتی ما به ما میگه که در آمریکا یک مجموعه ای رو درست کرده از دولت آمریکا، اسم این مجموعه گروه بحران است. مأموریت این گروه بحرانسازی است تو کشورها، از جمله در کشور ما. او چند نقطه بحران در ایران را باز هم به محبوب همیشگیش دشمن نسبت داد. یکیش اختلافات قومی است، یکیش تفاوت‌های مذهبی است، یکیش مسئله جنسیت و مسئله زن است. اینا رو باید در ایران تحریک کنن. هر سه بحرانی که خامنه‌ای نام برد از بحران‌های اساسی امروز ایران هستند، با این تفاوت که اتاق فکرش در داخل مرزهای ایران در خیابان پاستور است، بیت رهبر جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی بوده که در 44 سال گذشته با تبعیض در توزیع امکانات کشور، با محروم کردن بخش وسیعی از اقوام ایرانی از حضور در مدیریت کشور و با امنیتی کردن بخش‌هایی از جغرافیای ایران به اختلافات قومی دامن زده. اختلاف‌های مذهبی هم مولود نظامی است که به نام دین و مذهب شیعه برپا شد و آزادی عقیده را به یک آرزوی دست نیافتنی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل کرد. یکی از مهمترین عوامل دخیل در وضع امروز مردم کردستان و سیستان و بلوچستان و عقب ماندگی تحمیلیشان از آهنگ کند توسعه در ایران، اکثریت سنی مذهب جمعیتشان است. آخرین سنی مذهبی که در ایران به مقام وزارت رسید، وزیر دادگستری در کابینه شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه بود. سومین عامل بحرانساز از نظر خامنه‌ای، زن و جنسیت زن است. عجیب نیست که رهبر نظام جنسیت نیمی از ایرانی‌ها را عامل بحران بخواند. در نظامی که از اولین روز شکل‌گیری‌اش با تحمیل پوشش اجباری به زنان و محدود کردن حضورشان در جامعه تلاش کرد نیمی از اعضای جامعه را به سایه تبدیل کند. با این کارنامه خامنه‌ای در مقام متهم شماره 1 در فرایند تبعیض حاکمیتی مدعی شد که یار غار او دشمن دو هدف دارد. دشمن دو نقطه اساسی را هدف گرفته، یکی وحدت ملی، یکی امنیت ملی. وحدت ملی مهمه، نگذارید وحدت رو به هم بزنند. ترجمه این بخش از سخنان خامنه‌ای با توجه به سابقه‌اش این است: هر چقدر اختلاف دارید سر من، یعنی علی خامنه‌ای، به وحدت برسید و در انتخابات شرکت کنید. او خود را مساوی وحدت ملی می داند. شاید پر بیرا هم نمی گوید. معترضان در این یک نقطه اتفاق نظر دارند. کسی او را نمی خواهد. اون کسانی که امنیت ملی رو تهدید می کنند دشمن ملتند. برای دشمن کار می کنند. چه بفهمن خودشون چه نفهمن. امنیت ملی را البته نظامی تهدید کرده که یک شهروند را به خاطر پوششش در بازداشتگاه به قتل رساند. حکومتی که صدها جوان ایرانی را با شلیک گلوله کشت و چشم بسیاری را با ساچمه به روی جهان بست. او با این نگاه سراغ سیستان و بلوچستان رفت و مدعی شد حکومت در این استان خدمات زیادی انجام داده. او گفت این بلوچستان که امروز می‌بینید قابل مقایسه با زمان شاه نیست. بلوچستانی که شما امروز می‌بینید بلوچستان دوره طاغوت نیست. بنده اون روز رو دیدم، هیچی نداشتن مردم. استانی که 74% مردمش نه آن روز بلکه امروز زیر خط فقر زندگی می‌کنند و کودکان و نوجوانانش در مدارس کپری درس می‌خوانند. استانی که معدن طلایش را 60 تصاحب کرده و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران با سراب آبرسانی به خاک خشک منطقه
هزاران میلیارد به جیب زده. اما خامنه‌ای دلیل وجود اندک مشکلات موجود در سیستان و بلوچستان را تنبلی برخی دولت‌ها در عمل به تصمیمات شخصی خودش دانست. اون مصوباتی که در سال اوائل دهه 80 که من آمدم بلوچستان تصمیم گیری شد، اگر دولت‌ها اون مصوبات رو عمل می‌کردن، امروز چهره استان فرق می‌کرد. تنبلی شد، بی‌توجهی شد از طرف بعضی از دولت‌ها. 11 ماه پس از کشتار خونین جمعه سیاه زاهدان که به کشته شدن دست کم 96 نفر از شهروندان با شلیک نیروی انتظامی انجامید، خامنه‌ای در این دیدار حتی به خاطر این کشتار ابراز تأسف هم نکرد. در دیداری که به نام مردم این استان برگزار شد، اما نه مردم واقعی بلوچستان حضور داشتند و نه رهبر مذهبیشان، سخنان خامنه‌ای نشان داد او همزمان که از واقعیت درون ایران فاصله گرفته، در تحلیل تحولات جهانی هم همین رویه را ادامه می‌دهد. جهانی که در آن همه قدرت‌ها ضعیف شده و در حال اضمحلالند و فقط مانده غول مرحله آخر. قدرت استکباری آمریکا ضعیف شده است و دارد ضعیف‌تر می‌شود. همچنین بعضی کشورهای اروپایی. ایهچه بلا فاصله متوجه شد که اگر به زعم او دشمن انقدر ضعیف شده، پس چطور بعد از این مسئولیت مشکلات را گردنش بیاندازد؟ بنابراین بازی را از سر گرفت. اینی که دشمن میگیم ضعیف میشود، معناش این نیست که نمیتوانه مکر کنه، نمیتوانه دشمنی کنه. پایان یک روز تکراری در تاریخ زندگی دیکتاتورها، زمانی که آنها نشسته بر قله توهم و خیال با سر از دیوار واقعیت صعود میکنند. مجتبی پورمحسن، لندن.